السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه همراه با کاروان نماز خوش آمدید. در این قسمت به اذن پروردگار کیفیت نماز استخاره را با هم خواهیم آموخت. نماز استخاره نماز سنتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را به آن سفارش نمودند تا اینکه شخص مسلمان چگونه از خداوند عزوجل طلب راهنمایی به راه خیر نماید. حضرت جابر رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استخاره را به ما یاد می داد آنچنان که سوره ای از قرآن را به ما تعلیم می داد. شخص مسلمان هنگامی که بین دو کار یا چند کار متردد ماند و نمی داند که خیر در کدام کار است تا آن را انجام دهد و کدام کار را انجام ندهد، پس در این موقع برای نجات از تردید نماز استخاره می خواند و امر را به الله واگذار می کند تا الله او را به بهترین کار هدایت نماید. مثلا اگر خواست دوچرخه‌ای خریداری نماید اما ندانست که کدام یک را انتخاب نماید، پس از الله متعال به وسیله نماز استخاره بخواهد که خداوند او را به خرید بهترین آن وسیله که به مصلحت اوست ارشاد فرماید و خیر را در خرید آن وسیله قرار دهد. بعد از اینکه نماز استخاره خوانده شد، کاری را که قلبت بر انجام آن به تو اطمینان بیشتری می‌دهد، انجام بده و منتظر دیدن خواب یا چیزهایی از این قبیل نباش. اگر اقدام نمودی و کار شما انجام نگرفت، ناراحت مباش، چون این شری بوده که به وسیله نماز استخاره خداوند آن را از شما دور نگه داشته است. مستحب است که شخص مسلمان بعد از اینکه استخاره نمود و قبل از تصمیم انجام به خرید یا فروش یا موارد دیگر از متخصصین عرفن مشورت بخواهد. پس اگر مشورت نمود و علائم صلاح او در آن بود، با توکل به خدا اقدام به انجام آن کار نماید و اگر بعد از مشورت علائم صلاح او در آن نبود، آن کار را انجام ندهد. نه اینکه بگوید من استخاره نمودم و بدون مشورت از متخصصین اقدام به کاری نماید. نماز استخاره نمازی است که به صورت تنهایی خوانده می شود و به صورت جماعت نمی توان خواند. همچنین نماز استخاره به صورت آهسته خوانده می شود و خواندن آن هم در مسجد و هم در خانه جایز است. قبل از شروع نماز استخاره لازم است که شخص نیت استخاره داشته باشد و محل نیت در قلب می باشد و لازم نیست که بلند گفته شود. سپس دو رکعت نماز می خواند همانند نماز سنت قبلیه صبح. پس از نماز با حالت تضرع دستانش را به سوی خداوند بلند می نماید و بعد از حمد خدا بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درود بفرستد که بهتر از این درود همان درود ابراهیمی یا کما صلیت باشد. سپس دعای استخاره را بخواند و بگوید: اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ما
مستحب است که در رکعت اول نماز استخاره بعد از حمد قل یا ایها الکافرون بخواند و در رکعت دوم بعد از هم سوره اخلاص یا همان قل هو الله احد بخواند و اگر سوره دیگر خواند هیچ اشکالی ندارد. و اکنون طریقه صحیح خواندن نماز استخاره را با هم می‌بینیم. الله اکبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لدراجة هوائية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لدراجة هوائية شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اینها مهمترین احکام نماز استخاره بود. در پناه الله متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.